بیننده برنامه روانشناسی برای همه هستید که من سیما بهاری با همکارم آراد علیزاده تقدیمتون میکنم. سلام میکنم به شما بینندگان گرامی این برنامه. امیدوارم خوب و سلامت باشید و فرصت داشته باشید پای برنامه‌مون بشینید. میدونید که هر هفته ما همین برنامه رو داریم همراه با خانم دکتر میترا بابک که در رابطه با مشکلات شما عزیزان صحبت میکنیم، نکاتی که شما با ما در میون میذارید. قبل از اینکه مهمونمون رو دعوت بکنم توی تلویزیون و شروع کنیم به صحبت کردن، چند نکته رو میخوام بگم. شماره تلفنی رو که در خود این آفیش میبینید و معمولا شما زنگ میزنید یا مسیج میذارید، پیغامتون رو میذارید، حرفتون رو میزنید، شماره تلفن من سیما بهاری هست. یه وقتایی دوستانمون رعایت نمی کنن، نصف شب به من زنگ می زنن با وجود این که من بهشون میگم که من تلفن جواب نمیدم. شما میتونید مسیج بذارید، میتونید پیام بدید، ولی با این وجود چه دوستانمون از افغانستان چه دوستانمون از ایران مثلا 3 نصف شب به من زنگ می زنن. این که شما بیدارید زندگی خودتونه، ولی من ترجیح میدم شبا بخوابم. به هر حال این یه نکته هست. نکته دیگر این که به خصوص دوستانی که در رابطه با مسائل جنسی میخوان صحبت بکنن، یه وقتای اینجوری فکر میکنن که این برنامه یه برنامه پورنوگرافی هست که میشه مثلا با تلفن سکس تلفن داشته باشیم یا اینکه ما کسی رو براتون پیدا بکنیم. دوستان عزیز، من میدونم فرهنگ اون جامعه، اختناق تو اون جامعه، اینکه مسائل مربوط به موضوعات جنسی خیلی تابو هست، راجبش صحبت نمیشه. ما باز صحبت میکنیم، حرف میزنیم، فکر میکنید که بله ما مثلا برنامه پرن داریم درست میکنیم، ولی اینطوری نیست. یک برنامه روانشناسانه است، روانکاوانه است، با مشکلاتی که خیلی از مردم باهاش درگیر هستن و ما تلاش میکنیم با همین نیم ساعت برنامه بتونیم راه حل هایی بدیم و این مسئله ای که خیلی اجتماعیه، خیلی عمومیه، رو عادی راجبش صحبت بکنیم. و متشکرم هستم از دوستان عزیزی که کلی محبت دارن، مهربون هستن، قدردانی میکنن از زحماتی که خانم دکتر بابک میکشن و اینکه وقتی برای شما بینندگان عزیز میذارن. منم همینجا از شما تشکر میکنم و همچنین از دکتر میترا بابک عزیز. همراه میشیم با ایشون. سلام میکنم به شما، خوش اومدید. درود گرم، تقدیر خودت عزیزم. متاسفم واقعا از اینکه به دو دلیل که گفتیم. یک، اولا که شما تلفنتون رو بذارید رو اون موم، واقعا هر شب من این کارو میکنم، دست ادمینم که تلفن هست این کارو گفتم بکنه. خواب بسیار مهمه، به اضافه اینه که ساعتها فرق میکنه در کشورهای دیگه و خیلی واقعا متوجه نیستن یا نمیدونن ما تو کدوم کشورها هستیم. پس خواهش میکنم، تمنا میکنم از خود شما، برای اینکه سلامت شما حرف اول برای من میزنه، شما حتما شب تلفنتون رو یا خاموش کنید رو بذارید روی اون، نه فقط سایلنس رو اون بذارید یا ایرمود، شما دیگه مشکل این مشکل رو پیدا نمیکنید. هر کس زنگ میزنه دیگه میاد ولی شما نمیشنوید. دومک، خوشحالم که این موضوع رو باز کردید. ببینید، موضوع ما کاملا مسئله حرفه‌ای و علمیه. خواهش میکنم اگر اطلاع ندارید مطلع بشید. اگر که به عمد میخواهید که تخریب کنید، مطمئن باشید که با این کار تخریب نمیشه، نه این کانال، نه من و نه هیچ و نه این نوع برنامه های علمی. پس حرمت برای خودتون قائل باشید و حرمت برای عزیزانی که بسیار مشکلات جنسی دارن و مشکلات جنسی باعث اختلافات شدید زناشویی شده و باعث حتی طلاق های بسیار زیاد شده که بچه های معصوم بخواد به طلاق های بسیار زشت و کریه و ناپسند چقدر آسیب خوردن، لااقل برای اونا حرمت قائل بشید و تشخیص بدید. این هوش و این خرد رو از خودتون سعی کنید استفاده کنید. کانال های پرن فراوان است، لطفاً به اون کانال های که دوست دارید مراجعه کنید. برای کانال جدید، برای سیما بهاری، برای تمام عزیزانی که زحمت میکشن و در آخر برای من حرمت و از همه مهمتر برای خودتون حرمت قائل باشید و تشخیصتون رو بهتر بکنید که این برنامه به چه دلیل داره باز میشه، این تابو شکنی به چه دلیل باز میشه. ممنونم که این خرد از خودتون نشان بدید. و اما شروع کنیم به نکاتی که دوستان عزیزمون مطرح کردن. یکی از دوستانمون گفتن که افراد مجردی که شرایط ازدواج ندارن
و خب این مسئله بهشون فشار میاد و اینکه در فرهنگ ایرانی رابطه خارج از ازدواج نامشروع شمرده میشه و به هر حال از نظر جامعه خیلی ممکنه جالب نباشه، هرچند که الان ازدواج های سفید رو ما میدونیم هست. گفتن که از نظر روانشناسی این به اصطلاح نیاز جنسی که در همه انسان ها هست چطور باید تأمین بشه و تأمین نشدن نیاز جنسی آیا باعث ناراحتی های جسمی و روحی میشه و میتونه ایجاد خشم بکنه، استرس ایجاد بکنه؟ این راهکار شما در این رابطه چی هست؟ بله، بدون شک. اولا سکس برای انسان غریزه نیست. سکس برای انسان قابل کنترل و اداره کردنش دست انسان هست. اما یک احساس کاملا طبیعیه که باید برآورده بشه. انسان تحریک میشه با یه عکس، با یه خاطره، با یه فکر، با یه بو، با هر چیزی. این احساس باید تأمین بشه. بهترین راه تأمینش طبیعتا اگر هیچ راه دیگه ای نیست، چون در کشورهای اسلامی خب حالا شیعه کسی یه صیغه دو نفر هم تازه داره، ازدواج های سفید که خیلی زیاد هست الان، ولی برای کسانی که نمیخوان هر دو این کار رو انجام بدن یا در هر شرایطی خودارضایی بهترین کار رو انجام بده. شما اصلا نگران نباشید که خودارضایی کور و کر و بچه دار نمیشه. اینا همه علمی نیست، این حرفا اصلا حقیقت نداره، اینا فقط و فقط خرافات دینی و عقیدتیه. اما به زمانی که شما احساس جنسیت رو، مخصوصا آقایون، خانم ها میتونن احساس جنسیشون رو راحت تر متاسفانه سرخوردش میکنن و موضوعات مختلف دیگر رو به نوعی بهانه استرس و استرابشون میکنن و یا خشمشون میکنن که با دیگران. اما آقایون به خاطر اینکه سیستم حالت تناسلیشون متفاوته و وقتی که تحریک میشن حالت تناسلی طبیعتاً بیدار میشه و کارو خیلی سختتر و دردناکتر میکنه، طبیعتاً خشمشون هم خیلی خیلی بیشتره. به همین دلیله که همیشه لب کلامی ما شنیدیم که خب مرد دیگه دست خودش نیست، آقایون هم دست خودشون هست البته. اما استرس و استراب رو بسیار زیاد میکنه اگر که نیاز جنسی تأمین نشه، چه از طرف خانوما چه از طرف آقایون. و همین دلیلی که ما این برنامه رو گذاشتیم که زن و شوهرها، کاپل یا مجرد، فرق نمیکنه، انسان ها اصلا دنیای جنسی خودشون رو بهتر بشناسن، دنیای جنسی طرف مقابلشون هم بشناسن تا بتونن یه رابطه بهتر و سالمی داشته باشن. برای که رابطه خوب، خیلی رابطه جنسی خوب بسیار مهمه. اما زمانی که کسی رو نداری خودارضایی کن، نترس و بعدش هم در کنار خودارضایی سعی کن به مسائل خیلی مهمتر، مسائل روز، مسائلی که خودت علاقه داری، هنر، هر چیزی که هست، شما باید خودت هم یاد بگیری که خودتو دیسترکت بکنی. نیاز جنسی تو برطرف کردی، حالا دیگه با چون نمیخوایم به اعتیاد برسه، حالا دیگه با برطرف کردنش حالا نگاه کن ببین چه چیزهایی رو میتونی به خودت بیاموزی، چه علاقه هایی داری، اونم در کنار خودارضایی بگذار که کار به ادیکشن یا اعتیاد نرسه. بله، یه خانم گفتن که همسرشون 70 سالش هست، تمایل داره که با دختران جوان ارتباط برقرار کنه، موقعیت شغلی خوبی داره، پزشک هستن ایشون و به هر حال این امکان براش پیش میاد. خانم گفتن که از این موضوع بسیار ناراحتن، احساس سرخوردگی میکنن، احساس میکنن اعتماد به نفسشون رو از دست دادن و راهنمایی میخوان. باید ایران باشه این عزیز. بله، ایرانن، اینا ایرانن. بله بله، به خاطر اینکه اگه دنیای غرب باشه از همون کودکی نه دینش و عقیدش بهش یاد میده و نه فرهنگ و قانون بهش یاد میده. ما میبینیم که حتی سنهای بالا واقعا سلبریتی رو چتک و توک حتی میبینیم، بسیار فرق میکنه فرهنگ. ببینید خانم بهاری چقدر فرهنگ فرق میکنه. فرهنگ غرب خود آقا، خود مرد به خودش اجازه نمیده که وارد رابطه ای بشه که مثل دخترش یا نوش میمونه. یعنی یک حس افت شخصیتی هم برای انسان، یک قانون و فرهنگ درست یک حس افت شخصیتی هم به انسان میده. انسان مسئولیت احساسات خودش رو هم بهتر به عهده میگیره. ولی در صورتی که در فرهنگی و در عقیده و دینی که محمد عاشق عایشه میشه، عایشه 9 ساله تا
میده، آیه میده که 9 سال دختر 9 ساله یه معصوم کودک همبستری بکنه و ازدواج بکنه. ما از یک فرهنگ اینچنینی مخرب دینی و فرهنگی میایم که ها یک پزشک، درد اینجاست که یک پزشک، پزشک 70 ساله عاشق دخترهای جوان که بشه که شاید اصلا نوه هاش هستن و نه حتی دخترش. این فاجعه فقر فرهنگی، فقر عقیدتی و فاجعه یک آقای دکتر 70 سال است. ای بانو، واقعا متاسفم. خواهش میکنم صدای منو برای آقای پزشک، دکتر پزشک ایرانی 70 ساله بگذار. سپاسگزارم. و اما یک مورد دیگه هست، البته یه مورد نه، چند مورده که من سعی میکنم اینا رو ادغام بکنم. یه جوان 24 ساله گفتن که مجردن، تازگی ها با دیدن پاهای خانوما به خصوص اونایی که جوراب مشکی پوشیدن تحریک میشن، شهوتشون خیلی زیاده، خود ارضایی میکنن حدود 3 بار در هفته، گفتن کمکم بکنید که خود ارضایی رو ترک بکنم. یک جوان دیگه ای گفتن که علاقمندم که میل جنسی خودم رو توسط نگاه کردن به فیلم های پرن برطرف بکنم و با الفاظ سکسی مثلا ارضا میشم. همین، اینا موردای اینطوری هست. دومی سینگل یا تو رابطه؟ سینگل. سینگل. ببین، اولا که اون پای زن، جوراب مشکی، اینا اون تخیلات شماست که حالا امیدوارم یه وقت بیشتر از این نشه، ولی 3 بار در هفته اصلا زیاد نیست خود ارضایی. نگران نباشید، شما 3 بار در هفته تو چرا خود ارضایی نکنی؟ خود ارضایی تو اتفاقا با خیال راحت، اون 3 بار در هفته، 4 بار در هفته، روزی 1 بار، اگر لول سکستون های درایو سکس داری شما، چه اشکال داره شما هر روز خود ارضایی تو بکن. همین باعث میشه که پای زن و یه جوراب سیاه هم بسیار برات کمرنگتر بشه، چون انسان با تخیلات و رویاش ارضا میشه بیشتر. یادتون باشه مایند با آلت تناسلی در ارتباط هستن با هم دیگه. اینه که خود ارضایی تو. دومی در مورد چی بود؟ یه لحظه یادم رفت. دوست، آها، دوست دارن که پر نگاه بکنن و حرفای دیگه. این هر کسی، فرد فرد انسان‌های این کره زمین، احساسشون و کردار و رفتارشون تو سکس متفاوته. هر کسی یه مدل دوست داره یا چند مدل دوست داره. اگر شما یعنی نمیتونی فقط با پر نگاه کردن میتونی احساسات جنسی خودت رو بر بیانگیزی، خب این وقت مشکل برای وجود میاره، برای اینکه شما از تخیلات خودت استفاده نمی کنی و همیشه منتظری که با پر بتونی تحریک بشی و بعد پر دیگه عادی میشه برات. اون وقتی که تحریک شدنت برات خیلی سخت میشه. و همین دلیل به نظر من پرنتو میخوای نگاه کنی بکن، up to you، ولی سعی کن با تخیلات خودت هم تحریک بشی بدون پرن. پرن عادت میشه، اعتیاد میشه و دیگه تحریک آمیز نمیشه. پرن بعضی مواقع خوبه برای کسانی که مشکل دارن یا کسانی که میخوان یاد بگیرن خیلی چیزای دیگر، یا اینکه اگه 2 نفر دوست دارن پرن نگاه کنن مشکل نیست. اما در نهایت هم گفتن که اگر دوست داری که حرفای آنچنانی، فقط یادتون باشه توی رابطه وقتی قرار میگیرید باید مطمئن باشین که اون یارتون هم این چنین دوست داره. اگر دوست نداشته باشه شدیداً تو ذوقش میخوره و تو رابطتون بسیار آسیب میزنه. اینم حواستون باشه. بله. یک آقای دیگه گفتن که وقتی که با همسرم هم بستر میشم بعد از مثلا سکس و اینا احساس خستگی و ناتوانی میکنم. دکترم رفتم ولی کمکی نکرده. اشکال نداره عزیزم، شما استراحتتو بکن. خسته میشیم، اصولا آقایون بعد از ارضا شدنشون خسته میشن و همین دلیل هم زود خورخورشون میره. خانوما هوارشون اینجا زیاده، خانوما سرحال تر میشن، یه احساس ریلکس بهشون دست میده، آرامش بهشون دست میده، ولی یه حس هیجان، یه حس خیلی متفاوتتر و پرتوانتری رو میگیرن. ولی آقایون نه، آقایون بسیار خسته میشن. اینه که به خودت فشار نیار، با خانم صحبت بکن، شما استراحتتو بکن، خوابتو بکن. این باعث نشه که شما استرس و استراب بگیری که چرا من اینقدر خسته میشم. بعد از ارضا شدن حتما بانو تو، همسر تو، یار تو بغل کن، نوازشش بکن، مطمئن باش ایشون هم ارضا شده. اگر شما هر دو ارضا شدی و بغلش هم میکنی و میخوابی خسته ای، هیچ اشکالی نداری، همین باعث میشه که یارت هم راحت بتونه بخوابه و قورو گیرم به شما. خب، اما یک خانومی که زیر 30 سال هستن گفتن که با یک آقای وارد یک رابطه شدن،
رابطه زودگذر با هم ارتباط داشتن، البته در حد لمس بدن همدیگه. الان که از این ماجرا گذشته احساس میکنن که باید هی خودشون رو سرزنش بکنن، ناراحتن از این وضعیتی که پیش اومده، خیلی به گذشته فکر میکنن و پشیمونن از کاری که انجام دادن و اذیت میشن. اتفاقی که میفته همش دنبال مقصر میگردن، فکر میکنن باید ببینیم تقصیر کی بود که این اتفاق افتاد. یه جورایی میگن که احساس میکنم بی هدف دارم زندگی میکنم. اینکه با این آقا وارد رابطه شدن یک کابوس شبانه و یک فکر روزانه شون شده، حتی انقدر که به فکر خودکشی افتادن. ببین عزیزم، من نمیدونم توی این رابطه هستی یا نیست، یه اتفاقی افتاد، به قول خودت فقط هم لمس بود، تازه انقدر شلوغش کردی، انقدر سخت گرفتی به خودت که به خودکشی فکر کنی. تمام این حال روزهای تینیجریه که شما تینیجری یا نوجوانی نکردی، در سن 30 سالگی به نظر میاد که قبلا هم این اتفاق برای شما نیفتاده، به همین دلیل خیلی برای سخت و دشوار، احساس میکنی که از اون خانوم بودن، از اون دختر خوب بودن اومدی بیرون، برای خودت دیگه شخصیت قائل نشدی که اون بخواد به دست بزنه. این احساسا رو نمیگم بدی، این احساسایی که شما برادر به وجود اومده، اما انقدر نباید سخت بگیری، یک تجربه بود، بگذار به حساب تجربه. اگر ایشونو نمیبینی که نمیبینی دیگه، اگر همچنان ایشونو میبینی در رابطه هستی که در موردش باهاش صحبت کن، اگر در رابطه باهاش نیستی ولی همچنان میبینیش و احساس انزجار از خودت، انزجار از او و همه اینا هستش، واقعا باید یک با خودش صحبت بکنی که این احساسا رو داری و متاسفی و نمیخوای ایشون رو و یا خودت رو مقصر، نه شما مقصری نه ایشون مقصر، احساساتیه که به جفتتون دست داد و اون احساسات باعث لمس شد، لمس بود، در کنار شما دیگه دوست نداشتی این کار رو انجام بده، دیگه هم انجام نداد. حالا دلیل نمیشه که اینقدر بزنی به صحرای کربلا، آخر دنیا نشد عزیزم. در کنارش هم باید بشینی فکر کنی که این یک تجربه ای بود که شما هرگز نداشتی و حالا به این تجربه رسیدی. تجربه رو که نباید اینقدر محکوم کرد و تو سرش زد، ببین چه ازش آموختی. این آموختن در تجارب بد و خوب ماست که به ما رشد میده، نه اینکه بخوایم یه سرزنش کنیم، یه دادگاه باز کردی، یه قاضی جلاد هم به سر خودت از خودت گذاشتی و این محاکمه میکنی خودت رو محکوم به اعدام. چه خبره عزیزم؟ اونم تو جامعه مثل جامعه ایران که 5 تا 5 تا عدد سنگ تایم دارن، نمیگم درسته غلطه، میگم اون جامعه انقدر شما تو سن 30 سالگی شلوغش کردی و انقدر بزرگش کردی، واقعا کامان عزیزم قرن 21 دوتا بالغ هم دیگر لمس کرد، سوات چی شد مگه؟ تجربه رو کسب کن، در آینده اگر دوست نداشتی با کسی این رابطه رو اینجوری داشته باشی، دیگه الان میدونی سمون شد و رفت. بله، و اما یک مرد جوان 18 ساله گفتن که یه خواهر 8 ساله دارم، 2 فرزند هستیم، پدر ایشون نگهبانه و فقط شیفت شب کار میکنه. گفتن من شبها کنار مادرم روی تخت میخوابم و یواش یواش احساس میکنم به مادرم حس پیدا کردم و مادرم هم فکر میکنم 18 ساله با مادرش میخوابه؟ نه، رو تخت مادرش میخوابیده و کنار مادرش، ولی الان احساس پیدا کرده، فکر میکنن که مادرشون هم اینو میدونه و به رو خودش نمیاره. یک دوست دیگرمون هم یادداشت فرستادن برامون، گفتن که یه مرد جوان هستن که به مادرشون حس جنسی دارن. این دو مورد رو میتونیم با هم دیگه راجع بشه. اولی 18 ساله تا چند سالگی با مادر خوابیده؟ اولی 18 ساله بود، 18 ساله هست، چون شبا پدرشون خونه نیست، روی تخت مادرشون میخوابیدن. الان احساس میکنم نمیدونم به هر حال احتمالاً احساس تنهایی مادر بوده هرچی، و الان ولی احساس میکنن حس جنسی دارن به مادرشون. دومی چند سالشه؟ دومی گفتن مرد جوانی هستن که به مادرشون حس جنسی دارن. ببینید متاسفانه یکی از بدترین فرهنگ ما اینه که کودک رو، نوزاد رو وقتی به دنیا میاد بغل خودمون میخوابیم. اکثر هنوز در ایران این چنین هست، حتی تحصیل کرده ها، مراجعین تحصیل کرده من میان میگن بچه‌مون 3 سالشه بین وسط ما میخوابه، یعنی دیگه فاجعه است. در اروپا هم زندگی میکنم، فاجعه است. کودک
تو همون سبدش باید جدا باشه. شیر میده مادر، میذاره تشویق، دختر پسر فرق نمیکنه، استقلال باید پیدا بکنه توی سبد در کنار تخت شما. اما متاسفانه ما اینو نداریم، پسر بچه دختر بچه رو تو رخت خواب خودشون میخوابونن و این کار بسیار غلطه از همه جهت، مخصوصا در مورد مسائل جنسی. پسر بچه هر 90 دقیقه، مردا هر 90 دقیقه حالت تناسلیشون در خواب بیدار میشه. به اضافه اینی که تو سنای متفاوت کودک کنجکاو، پسر بچه حالت تناسلی ذوق زده میشه، هیجان زده میشه، حالت تناسلیش بیدار میشه، متوجه میشه که یه تفاوت پیدا کرد بخشی از عضو بدنش، طبیعتا تمرکزش بیشتر میشه و بعد متاسفانه خیلی از خانواده ها رعایت نمی کنن، بچه ها شاهد رابطه جنسی پدر مادر میشن و یا میرن توی موبایل و توی کامپیوتر پر نگاه میکنن. اینا باعث میشه که کودک زودتر اون کودان کودکی معصومانش ازش گرفته بشه و زودتر وارد رابطه های جنسی و یا افکار جنسی بشه. پسر بچه وقتی که در کنار مادر میخوابه و یا اون سکس، ببخشید، جسم مادر رو میبینه، مخصوصا تو دورانی که داره به بلوغ میرسه، خیلی خیلی خطرناک و اشتباهه، برای اینکه یک کودک معصومیه که به خاطر بلوغی که داره بهش، اون هورمونایی که داره تغییر و تحول پیدا میکنه، هی احساسات جنسیش برافراخته میشه و بعد احساس گناه شدید هم میکنه که به مادرم، به خواهرم، به محارمم من احساس دارم من چقدر کثیفم. یعنی از نظر روحی روانی تاثیر خیلی بدی میذاره، به اضافه اینه که احساسات جنسیش هم هر وقت میبینه نمیتونه کنترل بکنه. متاسفانه حق آخه پسر که بابا شیفت شب مادر، شیفت شب شوهر پسرتو چرا پلو خودت میخوابونی؟ اونم پسر نوجوان، اونم پسر 18 ساله. نرو، از همین امشب تخت تو، اتاقتو جدا کن. اگر اتاقم نداری برو تو حال بخواب. پلوی مادر شما نباید، هر دو الان روی سخنم به هر دوی شماست. در هیچ جای دنیا این اخلاق نیست که بچه به پدرش یا به مادرش احساس جنسی داشته باشه، به خواهرش، به برادرش، به محارمش احساس جنسی داشته باشه. حتی در دنیای غرب به کازم، به پسرم و دخترم و دمم دخترم و پسر دایی هم ندارن، نه خواهر برادر میدونن. الان سال هاست این اتفاق، چند بالای 100 سال تقریبا این اتفاق افتاد، در سالی که قبلا اینا ازدواج میکردن با. اما متوجه شدن یک از نظر خونی چقدر خطرناکه برای نسل بعدی، دو فرهنگشون عوض شد. شما تو غرب وقتی بگی من با دخترم، من دختر عموم ازدواج کردم، براشون تعجب آوره که مگه آدم با خواهر برادرش ازدواج میکنه، عین خواهر برادر میبینه. پس تمنای من از هر دوی شما اینه که این مسئله رو خودتون از مادراتون خودتون رو دور کنید. و مادر وقتی تو متوجه میشی احساس جنسی داری، با خود ارضایی انجام بده. با شوهرت که وقتی تو روز خونه هست انجام میده. تو پسرت رو اگر متوجه هستی که احساس جنسی بهت داره، تو هم احساس جنسی شاید بهش پیدا کردی، فاجعه است. فردا اگه اتفاقی بین شما بیفته، این بچه تو آخر عمرش دیگه آدم نمیشه. که شمایی که به عنوان یک مادر بزرگتر باید متوجه این قضیه بشی، خودتو باید بپوشونی، نه اینکه از بچت منزجر بشی، خودتو بپوشون، دور کن خودتو. اگر پسرم میاد بغل میکنه، بندریز نگه دار که اون متوجه بشه که شما بیشتر از این دوست نداری تا از سرش بیافته، نه اینکه به روی خودت نری. بچه فهمیده، این پسر 18 ساله فهمیده که شما فهمیدی و به روی خودت نمیاری، فردا یه دفعه بین تو یه دفعه اتفاق میفته، خودت چگونه میتونی جوابگو باشی؟ یه بچه داغون شده، داغونتر رو میخوای تحویل بدی. اون یکی که اصلا خواهش میکنم این احساساتتون رو بذارید دست خودتون هست، لطفا برید خود ارضایی بکنید. آدم با محارم خودش که احساس جنسی نباید داشته باشه. این احساسا رو شماها باید از بین ببرید. اگر نمیتونید کمک حرفه‌ای بگیرید، هر چه زودتر کمک حرفه‌ای بگیرید، چون به انحراف جنسی تبدیل میشه فردا و مشکلات پیچیده دیگر رو براتون به وجود میاره. بله، خیلی من فکر میکنم فرصت دیگه نداشته باشیم. بله دیگه فرصتمون تموم شد. باشه، خیلی ممنون از شما. تا برنامه آینده، روز و روزگار به شما دکتر عزیز خوش. شب و روز شما. بینندگان گرامی، برنامه امروز رو به پایان میبریم به امید دیدار شما عزیزان تا برنامه آینده. من سیما بهاری و همکارم آراد علیزاده در خدمتتون بودیم.